سلام، من آیدا پوریانسب هستم. چند ماهی هست که با ویزای توریستی وارد کانادا شدم و خب اینجا چند ماهی هست که دارم زندگی میکنم و خیلی ها سوال داشتن که چطور با ویزای توریستی وارد کانادا شدی و مراحل اخذ ویزای توریستی چطوره. من خواستم یه توضیحاتی بدم، از تجربه خودم بگم و ممکنه راهنما و راهگشای بقیه برای گرفتن ویزای توریستی کانادا باشه. و البته چرا میخوام این توضیح رو بدم؟ چون خیلی وقتا ویدیوهای منتشر میکردم از محیط کانادا، جایی که زندگی میکردم، از در واقع محیط آنتاریو، مخصوصا این که من توی زمستون وارد اینجا شدم و خب همه شرایط سخت آب و هوایی رو میدیدن و به نظرم خیلی خوبه که اگر کسانی قصد دارن بیان و برای همیشه کانادا بمونن، تصمیم بگیرن که آیا اینجا میتونن زندگی بکنن و محیط اینجا رو و شرایط زندگی در اینجا رو در واقع وقتی که با ویزای توریستی وارد اینجا میشن و مدتی اقامت دارن بررسی بکنن و ببینن که آیا براشون خوب هست و میتونه یک تصمیم دائمی برای زندگی دائمی براشون باشه یا نه، و بعد از یک مدت در زندگی در اینجا ممکنه تصمیم بگیرن که نه، اینجا اونجایی نیستش که فکر میکردم باید بیان، یا فکر تصورشون از مهاجرت به اینجا چیز دیگه بود و حالا که افتادن توی یه پروسه‌ای و زندگی ایرانشون رو کاملا مثلا فروختن و تحول توش ایجاد کردن، حالا ممکنه که بیان به کانادا و نخوان اینجا بمونن. بنابراین اومدن با ویزای توریستی و تجربه زندگی به عنوان توریست در اینجا، اونم به خاطر اینکه وقتی که وارد اینجا میشید 6 ماه میتونید توی خاک اینجا باشید، باعث میشه که به شما برای تصمیم گیری درباره یک زندگی بلند مدت در کانادا و حتی مهاجرت به کانادا به شما فضا میده، به شما گستره انتخاب میده، به شما دید میده و خیلی کمکتون میکنه. بنابراین من توصیه میکنم کسایی که مطمئن نیستن آیا اینجا میتونه مقصد مهاجرتشون باشه و آیا میتونن طولانی مدت اینجا زندگی کنن، شرایط زندگی در اینجا رو بپذیرن، با ویزای توریستی وارد بشن و مدتی در اینجا زندگی بکنن و این رو بررسی بکنن. اگر اطمینان ندارن و مطمئن نیستن، این یکی از خوبی‌هاییه که وقتی که با ویزای توریستی وارد اینجا میشین میتونین این در واقع اطمینان خاطر رو داشته باشین که آیا این مقصد نهایی شماست یا نه، و مثلا ترجیح میدید به جای دیگری مهاجرت بکنید یا اصلا متوجه میشید که نه، آدم مهاجرت نیستید و میخواید زندگی خودتون رو توی کشور مبدأتون داشته باشید و خب این خیلی کمک کننده هست. ما سال 2019 اواخرش اقدام کردیم، سال 2020 ویزای ما اومد. ما قبل از کرونا اقدام کردیم و در واقع با شروع کرونا ویزای توریستی ما اومد. بنابراین دیگه با محدودیت هایی که دولت کانادا برای ورود در زمان کرونا گذاشته بود، به خاطر حالا جو و شرایط که به خاطر پندمی وجود داشت دست نگه داشتیم و نمیتونستیم وارد بشیم و صبر کردیم. واکسیناسیون که شدیم، دو نوبت واکسن رو که زدیم، بعدن وارد کانادا شدیم. از زمانی که کانادا اعلام کرد که حالا واکسن های سینوفارم رو قبول داره که ما تو ایران تزریق کرده بودیم و ما بعدش تونستیم بیایم. اما این که شما باید چه کار بکنید که اون ویزای توریستی رو اخذ بکنید، خودش یک سری مراحل داره. اولا که باید با آژانس معتبری کار بکنید، یا اگر میخواید شخصی اقدام بکنید و خودتون شخصا در واقع فرم ها رو پر بکنید،
باید خیلی ماهرانه و خیلی حرفه‌ای این کار رو انجام بدید. پیشنهاد اول اینه که خب با یک آژانس پرسابقه و خوشنام و معتبر کار بکنید. و پیشنهاد دوم اینه که خودتون رو و شرایطتون رو از چند سال قبل آماده بکنید برای اخذ ویزای توریستی اینجا. یکی از چیزهایی که مهمه در اخذ ویزای توریستی کانادا اینه که شما واقعا توریست باشید. برای ما چه چیزی باعث شد که بتونیم ویزای توریستی رو بگیریم؟ اینکه واقعا توریست بودیم. در سال حداقل 3-4 سفر خارج از ایران رو داشتیم و گاهی بیشتر، که خب اینها محدود نمیشد به آسیا. یعنی شما باید شنگن رو هم بگیرید و در حوزه اروپا هم سفر بکنید. این یک قانون نوشته نیست، این یک قانون نانوشته است که در واقع شما به سفارت کانادا اعلام میکنید که من توریست هستم و واقعا همونطور که به همه کشورهای دیگه سفر کردم، اینجا هم به چشم یک مقصد توریستی بهش نگاه میکنم و میخوام که بیام و اینجا رو ببینم. حالا شما در پس ذهنتون اینه که اینجا رو ببینید تا تصمیم بگیرید آیا برای بلند مدت خوبه یا نه، ولی در واقعیت اینه که شما سفر میکنید و مثل یک توریست رفتار میکنید. و خب توریست هم به خاطر اینکه توی این کشور هزینه میکنه و در واقع گردش مالی رو بالا میبره، مهره ارزشمندی برای هر کشوری، همینطور کانادا. اما باید این اطمینان جلب بشه که این فردی که اقدام میکنه برای ویزای توریستی هویتاً و ماهیتاً قراره که توریست باقی بمونه. بنابراین شما اقدام میکنید، از چند سال قبل یک برنامه ریزی میکنید، سفرهاتون رو میچینید. من فصل بهار این سفر رو میکنم، فصل تابستون این سفر رو میکنم، زمستون و پاییز مقاصدتون رو میچینید. از کشورهای هومه، کشورهای اطراف ایران میتونید شروع بکنید که مقاصد نزدیکی هستن، مثل ترکیه، قبرس، مالزی، روسیه و جاهای مختلفی رو برید. خب من قبلش ویزای توریستی 24-5 کشور رو داشتم و اونجاها رو دیده بودم. عمان برید، قطر برید، جاهای نزدیک برید، توی اروپا تورهای بردارید. اگر ویزای مثلا 5 روزه شنگن بهتون میدن، حتما سفر کنید و توی اون 5 روز اگر توی حوزه اروپا میتونید با قطار از یک کشور به کشور دیگه برید، این کار رو انجام بدید و تعداد کشورهایی رو که میبینید افزایش بدید. و این نشون میده که خب شما بالقوه یک توریستی هستید که حالا میخواید یک مقصد دیگه مثل کانادا رو انتخاب بکنید. پس خیلی این مهمه که یک برنامه ریزی برای سفرهاتون داشته باشید و این رو یک برنامه چند ساله براش بچینید و اون مقصد نهایی رو کانادا در نظر بگیرید که برای رسیدن بهش باید یک برنامه رو، یک در واقع مسیری رو که شامل توقف توی چند کشور در زمانهای مختلفه سپری کرده باشید تا به این مقصد نهایی برسید. به این توجه داشته باشید از قبل. اگر الان که این ویدیو رو میبینید بخواید شروع کنید و برنامه ریزی کنید، میتونید با یک برنامه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله شروع بکنید و یک در واقع برنامه سفری خوب برای خودتون بچینید. مورد بعدی که مؤثر هست اینه که نشون بدید و در واقعیت هم داشته باشید وابستگی هاتون رو به کشور مبدأ، به جایی که دارید ازش اقدام میکنید. مثلا فرض کنیم شما دارید از ایران اقدام میکنید، وابستگی هایی که دارید، یکی شغلی هست که دارید، شغلی که دارید باید بیمه داشته باشه و مالیات رد بکنید. اگر این کار رو بکنید و شما در واقع بیمه داشته باشید و نشون بدید که خب
شما وابسته به این درآمد هستید و همینطور وابسته به اون بیمه هستید که از محل کارتون دریافت میکنید، خب این خیلی مؤثر خواهد بود. این یعنی اینکه شما نمیایید این درآمد و این بیمه رو قطع بکنید و برمیگردید به کشور مبدأتون و از این امکاناتی که توی کشور مبدأ برای خودتون طی سالها ساختید استفاده میکنید و از درآمدی که دارید صرف نظر نمیکنید. و وابستگی های دیگه تون رو نشون بدید. مثلا شما میخواید اقدام کنید برای ویزای توریستی کانادا. اگر همه خانواده همزمان اقدام بکنید، مثلا فرض کنید شما یک خانواده 4 نفره دارید، مثلا همسرتون و بچه هاتون، ولی پدر و مادرهای هر کدوم از زوجین هم همزمان با شما اقدام کنن برای ویزای توریستی، یعنی یک جمع 7-8 نفره تمام خانواده های وابسته اقدام بکنن برای ویزای توریستی، چه اتفاقی میفته؟ خب دولت کانادا فکر میکنه که خب همه با هم دارن خارج میشن از خاک و خب این ریسک داره، در صورتی که اگر والدین باقی بمونن این ریسک اخذ ویزای توریستی شما رو کاهش میده و وابستگی شما رو در ایران نشون میده که شما خانواده ای دارید که بهشون برمیگردید، بنابراین ویزای توریستیتون رو میتونید اخذ کنید چون که برمیگردید و به اونها دوباره سر میزنید. و وابستگی های دیگه که دارید، مثلا توی شغلتون باید نشون بدید که آیا مثلا اگر شما کارمندید به حقوقتون وابستگی دارید، ولی اگر کارفرما هستید حقوق یه عده‌ای به شما وابسته هست و شما باید برگردید و اون حقوق رو در واقع برای اونها برآورده کنید، بهشون دستمزد بپردازید. مثلا شرکتی دارید نباید منحل بشه و این دلیل وابستگی شماست که برمیگردید، چون عده زیادی هستن که حقوقشون و درآمدشون و زندگی خانوادهشون به شما بستگی داره و خب وقتی که اقدام میکنید و این رو نشون میدید این هم خودش وابستگی محسوب میشه. و خب هر چند که همه چیز به نظر آفیسری بستگی داره که پرونده شما رو بررسی میکنه، اما اینها نکات مثبتی هست که روی بررسی پرونده شما تأثیر میذاره که آیا کسی رولسفر بوده، آیا توریست بوده در گذشته که حالا میخواد به اینجا هم به صورت توریستی سفر بکنه، آیا وابستگی عاطفی در کشور مبدأ خودش داره، آیا وابستگی مالی در کشور مبدأ خودش داره، چه اینکه خودش حقوق دریافت میکنه، چه افرادی هستند که وابستگی مالی بهش دارن، آیا بیمه برای خودش رد میکنه و آیا برای کارمندانش بیمه رد میکنه. و حساب بانکیتون هم باید گردش مالی خوبی داشته باشه. اگر املاکی داشته باشید، مستقلاتی داشته باشید که بتونید بگید که من اینجا در واقع ملکی دارم و به این ملک وابسته هستم، یعنی اینکه اینجا خونه منه، خب این خونه اینجا حضور داره، من باید برگردم و برم، اجاره نامه‌ای دارم، من باید اجاره رو بپردازم، نمیتونم همینطوری رهاش بکنم. اگر نشون بدید که در واقع خب گردش مالی خوبی دارم که باید برگردم که این گردش مالی رو در واقع از دست ندم و همچنان در واقع این پول ها توی حساب من در گردش باشه، اینها دوباره خیلی نکات مثبتی هست. با یک برنامه ریزی خوب، یک پلن 2-4 ساله و با رعایت نکاتی که گفتم به احتمال زیاد میتونید ویزای توریستی کانادا رو اخذ بکنید. و اگر قصد مهاجرت دائم به این کشور رو دارید، قبل از اینکه تصمیم بگیرید با زندگیتون چه بکنید و آیا
کن فیکون بکنید و متحول بکنید و بیایید و از نو در یک جای دیگه ریشه بدوونید، ببینید که آیا واقعا اینجا همون سرمنزل مقصودی هست که شما دنبالش بودید، میخواستید، میتونید با برفهای سنگینش، با توفانهاش، با زود هوا تاریک شدنهاش، با برفهای 1 متر 2 متر نشستنش، حتی با برف روبیهای زمستونش، با عدم حرکت و بازی و در واقع فعالیت های اوتدور داشتن میتونید کنار بیاید، میتونید 6 ماه 7 ماه سالو فقط ایندور در واقع فعالیت بکنید، با بچه هاتون مثلا توی پارک نرید، توی زمین بازی های پلیگراند های مسقف باشید، میتونید اینها رو تاب بیارید. شرایط آب و هوایی به ویژه برای این نقطه، حالا بسته به اینکه تازه کدوم شهر میرید، مثلا اگر ونکوور برید، خب این همه در واقع تغییر آب و هوایی رو احساس نمی کنید به صورت ملموس، ولی اگر استانهای در واقع سرد سیر و پر از برف کانادا برید، خب اینها رو حس می کنید. با شرایط آب و هوایی به ویژه میتونید کنار بیاید یا نه، آیا با هزینه های اینجا میتونید کنار بیاید یا نه، با اجاره خونه ها، با در واقع بیمه ماشین، با خرید ماشین یا لیز کردنش و فایننس کردنش آیا میتونید کنار بیاید، آیا میتونید با اجاره خونه ها کنار بیاید، آیا میتونید اون شغلی رو که میخواید اینجا داشته باشید، آیا میتونید بیزینسی رو که میخواید اینجا راه بندازید، آیا میتونید با دوری که از اقوام و آشنایانتون در واقع ایجاد میشه کنار بیاید، یا دوستانتون کنار بیاید، آیا اصلا میتونید با زبان در واقع کنار بیاید، با زبان دیگه صحبت کردن و خیلی ریزکاری های دیگه ای که شما فقط زمانی که اینجا حضور داشته باشید با پوست و گوشتتون لمسش میکنید، آیا میتونید همه اینها رو تاب بیارید. و واقعا شاید ویزای توریستی یک فرصت خوبی واسه ارزیابی خودتون در این محیط باشه که آیا مقصد مهاجرت شما میتونه باشه یا نه. من توصیهش میکنم یک برنامه ریزی براش داشته باشین و حتما به دستش میارین.